سرخط خبرها. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. حضور آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران بعد از 8 سال. رهبر ایران میگوید که سرنگونی هواپیما از طرف نیروهای مسلح ایران نباید تکرار شود. حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت. تمجید رهبر ایران از سپاه برای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق. آیت الله خامنه‌ای خواهان خروج نظامیان آمریکا از منطقه شد. ده روز بعد از حملات موشکی سپاه پاسداران به 2 مقر نظامیان آمریکا، ارتش آمریکا میگوید 11 خدمه نظامی به دلیل شوک تحت درمان قرار گرفتند. و تلاش‌های دوباره آمریکا و طالبان برای صلح، نمایندگان دو طرف برای امضای توافقنامه گفتگو کردند. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. جمعه 27 دی یا ماه جدی 1398 برابر با 17 ژانویه 2020. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و فرمانده کل قوا در حضوری کم سابقه در نماز جمعه تهران بابت شلیک خودی به هواپیمای اوکراینی عذرخواهی نکرد، ولی با خانواده قربانیان همدردی کرد. او گفت دشمن سعی کرده با بهانه کردن به گفته او حادثه هواپیمای اوکراینی ضربه ای را که ایران در پی ترور قاسم سلیمانی به حیثیت آمریکا زد کم رنگ کند. آیت الله خامنه ای گفت آمریکایی هایی که میگویند کنار مردم ایستادند آمدند تا در سینه مردم خنجر فرو کنند. او گفت که ایران باید قوی تر شود و از موضع قدرت با کشورهای خارجی مذاکره کند. البته او مذاکره با آمریکا را رد کرد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو. حضور در خطبه‌های نماز جمعه تهران بعد از 8 سال، سخنانی که انتظار آن می‌رفت، تمجید از قاسم سلیمانی فرمانده اخیراً کشته شده نیروی قدس سپاه. اینها کسی را که سرشناس ترین و قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است. آیت الله خامنه ای از پاره شدن عکس قاسم سلیمانی در خیابان‌های تهران هم ابراز نارضایتی کرد و گفت آنها مردم ایران نیستند. اتفاقی که بعد از اعتراف سپاه به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین رخ داد. آیت الله خامنه ای گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی دل او را سوزانده، اما نباید این مسئله مانع درک منافع ملی شود. در همینجا لازم است صمیمانه. رهبر ایران اما از سرنگونی هواپیمای اوکراینی به وسیله سپاه عذرخواهی نکرد و تنها به همدردی بسنده کرد. در غم آنها ما شریک هستیم و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود، در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودند به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. در روزهای گذشته بعضی از خانواده‌های کشته شدگان در هواپیمای اوکراینی به بی بی سی فارسی گفتند تحت فشارند تا در مراسم حکومتی شرکت کنند. حتی تشییع جنازه‌هایی با حضور افرادی از سپاه پاسداران برای آنها برگزار شده و آنها را شهید نامیدند. آیت الله خامنه ای حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق را ایام الله نامید و آن را ضربه‌ای به آمریکا خواند. او به توییت های رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا هم که گفته بودند در کنار مردم ایران می ایستند واکنش نشان داد. این
دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. از زمان اعتراض‌های آبان و کشته شدن 1500 نفر در خیابان‌ها، بنابر آمار خبرگزاری رویترز و بعد از اعتراف سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با موشک، بیشتر شعارهای معترضان متوجه رهبر جمهوری اسلامی بوده. مخالفانی که به نظر می‌رسد گفته‌های امروز آیت الله خامنه‌ای آنها را راضی نکند. فرین عاصمی، بی بی سی. قاسم شعله سعدی، استاد پیشین حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، از همین شهر با ما هستند. آقای شعله سعدی، موارد متعددی بود که همه می‌خواستند از آیت الله خامنه‌ای بشنوند. این سخنرانی فضایی که ایجاد شده بود را عوض کرد؟ اصلا اینجوری نبود. اولا این حضور ایشون حضور مهمی نبود. ما احساس می‌کردیم که لابد کار مهمی و پیام خیلی مهمی میخواد بده که ایشون بعد 8 سال میاد. اصلا چنین نبود و شاید نوعی گلایه هم بود که مثلا این داستانی که در اثر ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران، اون فضایی رو که چند روز قبلش به خاطر در واقع ترور آقای سلیمانی ایجاد شده بود و فضای آبان ماه رو که طی اون روزهای اعتراضات عمومی که 28 استان کشور رو در نوردیده بود و یک فضای بسیار سنگینی علیه حکومت و به ویژه علیه سپاه ایجاد شده بود، با مراسم تشییع آقای سردار قاسم سلیمانی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده بود. با این سیلی که قرار بود به امریکایی‌ها زده بشه به قول خامنه‌ای، ولی خود به صورت ملت ایران و تعداد زیادی از هموطنان ما به خاطر شلیکی که سپاه هواپیمای مسافربری رو ظاهراً با موشک اشتباهی گرفته بود، خلاصه چنین حادثه ای ایجاد شد و کلن اون فضایی رو که به دلیل آقای سلیمان ایجاد شده بود به کلی از بین برد و بلکه فضایی عکس اون رو ایجاد کرد. نوعی گلایه آقای خامنه ای رو تونست برانگیزه. ما انتظار داشتیم که آقای خامنه ای حداقل یه عذرخواهی بکنه که بالاخره به عنوان فرمانده کل قوا نیروهای تحت امرش این تو حالا یا اشتباهی یا هم من کاری به اونش ندارم مرتکب شدن و به بخد فاجعه آفریدن. به جایی که به امریکایی‌ها سیلی بزنن، سیلی خورده به ملت ما. این رو هم من ندیدم. حتی یه جورایی میشد مثلا بوی توهین به بخشی از مردم که در واقع 88 و بعد شعار مغازه ایران رو سرداده بودن، یه جوری بوی توهین به هم به مشام رسید و پیام مهم سیاسی نبود به جز اینکه به امریکایی‌ها مثلا به دوباره مذاکره نخواهیم کرد. یعنی تاکید بر همون بنبست جنگ نمیشه مذاکره هم نمی کنیم رو در واقع ادامه دادن و نهایتا دوباره یه نوعی تهدید بود که سپاه قدس هر جایی که لازم باشه حضور خواهد یافت و خلاصه به اروپایی ها هم دل نباید بس، هرچند که مذاکره با اروپا رو نفی نکرد، اما خلاصه دلبندی هم به اون نشون نمیداد. خب تجربه هم نشون داده که از اول انقلاب یک تئوری غلطی بود که گفته بودن برای مقابله با امریکا باید به اروپا نزدیک شد. چند سال پیش آقای خامنه‌ای همین حرف رو با یک ادبیات دیگه اعلام کرد، گفت که یکی از اصول خان است. اما ما دیدیم در قضیه برجام همین فرانسه، آقای فابیوس که اون موقع وزیر خارجه بود، امتیازاتی از ایران در برجام گرفت، حتی جان کری مطالبه اون رو نمیداشت. بسیار خوب. رضا یکی دو سالی هم که قرار بود اروپا کاری بکنه برای استثنای
اونم نتونست انجام بده. بنابراین در واقع دستاوردی نداشت. بله آقای شلزدی، صداتون گهگداری قطع و وصل میشه، از این نظر از بیننده ها پوزش میخواییم، ولی فضا برگشته به فضای قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی، به این معنا که هیچ چنین برداشتی میشه که خطر جنگ کم شده باشه یا بالا رفتن سطح تنش برداشته شده باشه؟ نه، بالا رفتنش برداشته نشده. تنش از دیروز دیدیم که آقای روحانی گفت بین جنگ و صلح فقط شلیکی یک گلوله هست و گفت که بالاخره اون نمیتونه کشور رو اداره کنه، در حالی که مثلا با دنیا قهر باشه. در واقع موضع‌گیری‌هاش طوری هست که در تقابل با مواضع خامنه‌ای میشه اون رو تفسیر کرد. فضا هم نه تنها برگشته به قبل از ترور سردار سلیمانی، بلکه بدتر هم شده. شما دیدید این روزهای گذشته دانشجویان ما اعتراضهای گسترده‌ای داشتن و اتفاقا شعارها خیلی تصاعد پیدا کرده و مستقیما متوجه شخص آقای خامنه ای هست و توهین‌آمیز هم هست. حتی بعضا یک کلماتی رو به کار می‌برن که توهین‌آمیز هم هست، نه فقط مخالفت هست. لذا فضای به نظرم ما وارد فضای انقلابی شدیم، به نظرم اینجوری هست. ممنونم از قاسم شعله سعدی، استاد پیشین حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران. از شما پرسیده بودیم نظرتون درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای رهبر ایران چیست. نظراتتون رو به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید، تعدادی از اونها رو میشنویم. مخاطب امروز صحبت‌های آقای خامنه‌ای صرفاً طرفدارای خود آقای خامنه‌ای، طرفدارای خود نظام و حکومت جمهوری اسلامی بودن و نه مردم عادی و نه مخالفان نظام. بقیه مردم که از ظلم و جور جمهوری اسلامی میترسن و صداشون در نمیاد، اصلا آدم نیستن. خانواده های کشته شده های هواپیما اصلا آدم نیستن، همه بهانن. من واقعا نمیدونم اینا از چه افتخاری دارن صحبت میکنن. شخص دوم مملکتت کشته شده و تو کل افتخارت اینه که ضریب در و دیوار یه پایگاه امریکایی که خون از دماغ یه امریکایی هم نیومده و 3 ساعت بعدش هم زدی هواپیمای خودتو ترکوندی و حیثیتت به باد رفته. اصلا من نمیدونم این آدم دیگه، کلن فکر میکنم که دوز توهمش خیلی خیلی فراتر از چیزی که بوده رفته. ممنونم از شما حضرت آقا، ممنونم که با این سخنرانی قاطع تکلیف رو با این دولت سازشکار روشن کردید. ممنونم ازتون. نکته اول عدم تناسب هست بین پرداختن به مسائل. برای یک نفر به نام قاسم سلیمانی حدود ربع ساعت 20 دقیقه صحبت میکنه و بعد میاد برای 176 تا آدم بیگناهی که بر اثر شلیک اشتباهی سپاه پاسداران کشته شدند میاد و حدود 3-4 جمله میگه که خب پادشاه بوتان یا رئیس جمهور قبرس هم میتونست همینا رو بگه. و فقط سخنرانی ایشون و افقی که ایشون ترسیم کردش به نظر من گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام مطلوب مردم رو، حالا هرچه که باشه، پرهزینه تر و خشونت بارتر میکنه متاسفانه. نظرات شماری از بیننده های ما بود که این نظرات رو برای ما فرستاده بودن. همکارم سیامک محیط‌زاده اینجا در استودیو با منه. سیامک، در شبکه‌های اجتماعی هم انتظار میرفت که واکنش گسترده‌ای باشه. بسیار گفته شده بود که خواهند شنید از آیت الله خامنه‌ای. چه مطالبی منعکس شده؟ بله، خب واکنش‌ها که زیاد و همچنان داره صحبت میشه، حتی از قبل از شروع سخنرانی، در طول سخنرانی و همچنان ادامه داره. یه ویدیو داره خیلی دست به دست میشه، مربوط به پخش زنده تلویزیون ایران. لحظه‌ای که یک آقایی داره میاد به سمت مراسم محل برگزاری که به پرچم آمریکا که میرسه تغییر مسیر میده و میره و این میگن که این سوتی صدا سیما است، توی خودشون هم کسی حاضر نیست از روی پرچم، و این خیلی داره دست به دست میشه و داره میچرخه. صحبتی که داره میشه یک مقدار در مورد
محتوای کلی صحبت‌های آقای خامنه‌ای دارن نظر میدن. یه تعدادی میگن اصلا چیز مهمی نگفته که اصلا بخوایم در موردش صحبت بکنیم یا تحلیل کارشناسانه کسی بده، اصلا قابل تحلیل نیست، چیز مهمی نگفته. یه تعداد زیادی هم باز میگن که مقایسه میکنن، میگن که با یه تیتر روزنامه‌ای که بعد از تشییع جنازه آقای سلیمانی و کشته شدن تعدادی در کرمان زده شده بود که کرمان به قربانت، حالا میگن حرفای آقای خامنه‌ای امروز مفهومش این بود که ایران به قربانه، با اون دارن مقایسه میکنن. تعدادی هم اشاره کردن به خطبه عربی آقای خامنه ای که صحبت کرده و دارن میگن که گام دوم انقلاب خیلی جدی شروع شده و داریم میریم به سمت تشکیل یک تمدن اسلامی که کشورهای منطقه یکی بشن و این در 10 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. این اظهار نظر کاربران هست. هنوز در مورد موضوعاتی که مردم دوست داشتن بشنون از آقای خامنه ای ولی نشنیدن داره صحبت میشه، به خصوص در مورد سیل سیستان و بلوچستان. خیلی ها دارن اشاره میکنن به زمان تبعید آقای خامنه ای که قبل از انقلاب اگر اشتباه نکنم حدود 7 ماه یا 8 ماه در بلوچستان ایشون تبعید بودن و دارن میگن نون و نمک اون مردم خوردی، ولی الان که اونا دچار مشکل هستن حتی یادی هم ازشون نمیکنی، و یا اینکه میگن اگر زبونشون به عربی بود مردم سیستان بلوچستان شاید چند دقیقه به اونا اختصاص میدادی. موارد دیگه هستش که در مورد فقر و بیکاری و تورم و شرایط اقتصادی مردم میگن چرا صحبت نشده، اینا مهمتر از همه این قضايا هست. در مورد جمعیتی که در واقع اونجا شکل گرفته هنوز داره صحبت میشه، اینکه اومدن جمعیت و به هر شکلی جمعیت رو کشوندن به این مراسم میخوان نشون بدن که نظام مشروعیت داره، حکومت مشروعیت داره، هنوز در مورد این قضیه دارن صحبت میکنن. و از اون طرف واسه تعدادی میگن که این جمعیت امروز نماز جمعه نشون داد که اون تعداد آدمایی که برای تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی رفتن برای تایید انقلاب و رهبر نرفتن، اعتبار و آبروی آقای سلیمانی به پای انقلاب نوشته نشد، اون شخصیت جدایی داشت، برای چیز دیگه ای مردم رفتن، دارن در مورد این صحبت میکنن. هنوز واکنش ها به بلند شدن آقای روحانی که زود بلند شده همچنان ادامه داره. این دفعه از زوایای دیگه یه تعدادی میگن آقای روحانی با شنیدن حرفای آقای خامنه‌ای قدرت روبرو شدن با آقای خامنه‌ای رو نداشت و ترجیح داد زودتر بلند بشه که با ایشون چهره به چهره نشه و روبرو نشه. یه عده دارن میگن که نه، این فقط بلند نشد، خوبیش اینه که بلد بود بلند بشه و نشون بده که نباید اونجا باشه، این قدرت رو داشت که این کارو بکنه، قبلا کسی این کارو نکرده. و تعدادی میگن که به جای اینکه بپردازین به اینکه آقای روحانی زود بلند شد، به اصل صحبت‌های رهبر بپردازین، اونها رو در نظر بگیرین، منویات رهبر رو در نظر بگیرین، اینکه گفت باید از لحاظ اقتصادی قوی بشین، به اون بپردازین، بلند شدن یا نشدن آقای روحانی چه اهمیتی داره که دارین بهش میپردازین. در مورد کنایه‌ها با آقای روحانی هم هنوز داره صحبت میشه در یه قسمتی از صحبت آقای خامنه‌ای که در واقع اشاره کرده بود به حفظ امنیت، کسانی که جونشون رو در کف دستشون گرفتن اونا میتونن ادعا بکنن که از امنیت کشور دارن حفاظت میکنن، میگن که این کنایه‌ای هست به صحبت‌های چند روز پیش آقای روحانی که گفته بود من از نزدیک دارم جلوگیری میکنم که جنگ نشه و امنیت رو حفظ بکنم. دارن میگن این کنایه مستقیم به آقای روحانی بوده و به همین دلایل هست که آقای روحانی زود بلند شده و مجلس رو ترک کرده. در واقع هنوز اینا ادامه داره. ممنونم از سیامک محیط زاده. به گفته حمیدرضا رخشانی دبیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، سیل در این استان 32 مدرسه را تخریب کرده. این در حالی است که این استان پیش از این هم با کمبود فضای آموزشی مواجه بود. حدود یک هفته از سیل سیستان و بلوچستان می‌گذرد ولی گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود همچنان حاکی از شرایط اضطراری در این منطقه است. بر اساس گزارش‌ها حدود 3000 میلیارد تومان خسارت به بار آمده. ارتش آمریکا میگوید 11 نفر از سربازان این کشور در جریان حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق مجروح شدند. حمله‌ای که حدود 2 هفته پیش و به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شد. در بیانیه ارتش آمریکا گفته شده این 11 نفر به خاطر ضربه ملایم مغزی تحت مداوا هستند. پیشتر آمریکا گفته بود هیچ یک از نیروهای این کشور در جریان این حمله آسیب ندیده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عین الاسد و اربیل در عراق، عملیاتی که به منظور انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا انجام شد، عملیاتی که ایران از آن به عنوان سیلی محکم به آمریکا تعبیر کرد.
گرچه هیچ چیز متناسب نیست با شهادت سردار سلیمانی، اما پاسخ علیه مراکز نظامی، اون هم یک مرکز نظامی اشغالگر، انجام شد. صبح روز بعد از حمله، رئیس جمهوری آمریکا خبرهای خوشی برای مردم کشورش داشت. صبح بخیر. خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که مردم آمریکا باید کاملا خرسند و خوشحال باشند. در حمله دیشب حکومت ایران هیچ آمریکایی آسیب ندید. هیچ تلفاتی نداشتیم. تمام سربازان ما ایمن هستند و تنها خساراتی جزئی به پایگاه‌های ما وارد آمد. اما حالا ارتش آمریکا میگوید در پی حمله موشکی ایران 11 خدمه نظامی مستقر در این دو پایگاه آمریکا در عراق به خاطر ضربه ملایم مغزی تحت درمان قرار گرفتند. ارتش آمریکا قبلا گفته بود کسی در این حمله مجروح نشده. کاپیتان بیل اربن، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته در روزهای بعد از این حمله برای رعایت حداکثر احتیاط بعضی از اعضای ارتش از پایگاه عین‌الاسد در عراق به مرکز پزشکی لانستول در آلمان و اردوگاه افریجان در کویت منتقل شدند. و غیر نظامی ها وارد نشد. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در تشریح عملیات گفته بود که قصد ایران از این عملیات کشتن سربازان آمریکایی نبوده و صرفاً می‌خواسته ماشین نظامی آمریکا را از کار بیاندازد. البته امیر علی حاجی زاده از تلفات زیاد نیروهای آمریکایی هم گفت. بحثی میشه که به اصطلاح اینها قبلا تخلیه کرده بودن اونجا رو. ببینید بعد از این عملیات حداقل 9 سورتی هواپیمای 330 مجروح از اینجا تخلیه کردن به اردن و رژیم صهیونیستی. اینا اسنادش هست. خیلی خوشحال شدیم. دستشو در نکنه. سپاهی عزیزم تشکر تشکر. خوشحال است. الله اکبر. مرگ بر ایران. میگوید حمله موشکی این کشور به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی در عراق شروع حرکتی است که آنها آن را به خونخواهی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انتقام سخت نامیدند و این انتقام هنوز ادامه دارد. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه. اینجا پایگاه عین‌الاسد است. حدود 2 هفته از حمله ایران به این پایگاه گذشته و آثارش همچنان باقی است. نیروهای آمریکایی مشغول پاکسازی و بازسازی این پایگاه هستند. علی‌رغم حمله ایران و رأی مجلس عراق برای خروج نیروهای آمریکایی، به نظر نمی رسد این سربازان به این زودی ها خیال رفتن داشته باشند. مهدی بیگی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبر این برنامه. رهبر ایران در خطبه‌های نماز جمعه با خانواده قربانیان هواپیما همدردی کرد ولی عذرخواهی نکرد. همچنین رهبر ایران با تمجید از حمله سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق خواهان خروج نظامیان آمریکایی از منطقه شد. در ادامه این برنامه، نمایندگان آمریکا و طالبان برای امضای توافقنامه صلح و تشریفات آن گفتگو کردند. کمپین حقوق بشر ایران از قول چند دانشجو میگوید در جریان اعتراض‌های دیروز در دانشگاه تهران چند نفر بازداشت شدند ولی از وضعیت آنها خبری نیست. این دانشجویان گفتند لباس شخصی‌ها وارد خوابگاه دانشجویان دانشگاه شدند و دست کم 8 دانشجو را با خود بردند. دانشجویان میگویند ورود لباس شخصی‌ها به خوابگاه دانشجویان با هماهنگی مسئولان دانشگاه صورت گرفته. وزارت دارایی بریتانیا کل گروه حزب الله لبنان را از این بعد سازمانی تروریستی می‌داند. با این طبقه بندی جدید این گروه مشمول مقررات بریتانیا درباره تروریسم و تأمین مالی تروریسم قرار می‌گیرد و دارایی‌های این گروه در بریتانیا مسدود می‌شود. قبل از این بریتانیا تنها شاخه نظامی حزب الله را سازمانی تروریستی می‌دانست. طالبان اعلام کرده که در مورد امضای توافقنامه صلح با نمایندگان آمریکا گفتگو کرده‌اند.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتی نوشته صحبت ها از دیروز شروع شده. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته تنها راه رسیدن به صلح پایدار آتش بس است. روین رهنوش خبرنگار ما این خبر رو دنبال کرده از کابل. روین، بد نیست که کمی در مورد پیشرفت این گفتگوها بگی. از تازه ترین رویداد مرتبط با روند صلح افغانستان اگر آغاز بکنم، یونما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان ساعتی پیش در توییتی گفت که امروز تادامیچی آمامیتو فرستاده ویژه این سازمان برای افغانستان در دبی با فرستاده های ویژه آمریکا و همینطور اروپا برای افغانستان در مورد حمایت بین المللی از تلاش های صلح افغانستان صحبت کرده. هنوز جزئیات بیشتر از این دیدار در دسترس نیست. پیشرفتی بود اگر از زاویه اون توییتی که آقای ساحل شاهین کرده نگاه بکنیم، پیشرفتی اندک در مذاکرات آمریکا و طالبان به نظر میرسه، با توجه به اینکه روز گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم در مورد پیشرفتی به گفته او خوب در روند صلح افغانستان صحبت کرد و گفت که طالبان به خاطر کاهش خشونت اعلام آمادگی کردند. اما با توجه به پیچیدگی هایی که از گذشته تا به حال در این روند بوده، به نظر می رسد هیچ یک از طرف ها هنوز در مورد نتیجه نهایی مطمئن نیستند. یک منبع از دفتر سیاسی طالبان بعد از توییتی که آقای شاهین کرد به بی بی سی گفت که هنوز چیز مشخص نیست. یک منبع دیگر از جمع طالبان هم گفت که تنها طالبان پذیرفتند که در شهرهای بزرگ افغانستان خشونت کم شوه. همینطور یک منبع از ارگ ریاست جمهوری به بی بی سی گفت که اینکه طالبان گفتند که در مورد مراسم امضای توافقنامه با آمریکا صحبت کردن واقعیت نداره. دولت افغانستان هم که همواره تاکید بر مالکیت و رهبری پروسه صلح داشته با محوریت خود دولت، به نظر میرسه که بی‌باور هست به مذاکرات آمریکا و طالبان. همینطور به نحوه مقام‌ها وانمود میکنند که در جریان این مذاکرات نیستند. چنانچه سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز گذشته گفت که مذاکرات آمریکا و طالبان از سال گذشته به این طرف در جریان بود، ولی هنوز او نمیداند که چی پیشرفتی در این مذاکرات وجود داشته و تنها دستاورد این مذاکرات هم و گفته او این بوده که طالبان حالا یک نمایندگی دارند. ممنونم از روین رهنوش. باید اضافه بکنم که قرار برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تا کمتر از 20 دقیقه دیگه با خبرنگاران در واشنگتن درباره اقدامات جدید آمریکا صحبت بکنه. به محض اینکه این گفتگو شروع بشه ما حتما اون رو به صورت زنده با ترجمه همزمان برای شما پخش میکنیم. بعد از اون قراره که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا کمتر از نیم ساعت دیگه درباره پیگیری حوادث به سرنگونی هواپیمای اوکراینی حرف بزنه که این گفتگو رو هم برای شما پخش خواهیم کرد و همکارم پریزاد نوبخت در بخش بعدی خبر با شما خواهد بود. ممنونم از همراهی شما.